بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تشکر از مهرالله نور. امون گونه که میفهمین، سرود ملی به مثابه یک ارزش ملی در هر کشور محسوب میشه. چه خوب است در این بخش از برنامه خود برای چند لحظه ایستاد شویم به پاس سرود ملی سرزمینمان افغانستان. تشکر از دوست عزیز ما که در بخش ساوند کار میکنند، و حال هم از محترم ستارالدین صدیقی، رئیس پانزه روانشناسی پانتون کابل، خواهش میکنیم تا برای لحظات صحبت داشته باشد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بإجازة أستاذان نهاية غرامي جناب أستاذ بوهندوي سراج الدين عليمي آمر دپارتمنت روانشناسی، جناب محترم
استاد مصطفی رضایی، استاد دپارتمنت پیداگوژی، جناب استاد مجیب، استاد دپارتمنت پیداگوژی، والدین نهایت گرامی، محصلان نهایت عزیز. در قدم نخست 56 جشن فراغت محصلان دپارتمنت پیداگوژی و روانشناسی را با والدین نهایت عزیز، استادان محترم و محصلان ارجمند تبریک عرض میکنم. برای ما جای بس افتخار است که امروز عزیزایی را میبینم که 4 سال قبل محصلین خوبی ما بودند، محصلینی که در طول دوره تحصیل با پیشانی گشاده، با سعی و تلاش در دروس استادانشان شرکت کرده، در سمینارهای پانزه شرکت کرده و امروز اینا با مثابه کسانی که انشاءالله در آینده در راس قدرت قرار میگیرند، پانزه روانشناسی اینا را فارغ میده. محصلین نهایت عزیز، والدین نهایت گرامی، فراغت محصلین دو دپارتمنت ما تنها و تنها محصل خودشان نیست. اولین کسانی که در برابر از جامعه مسئولیت گرفتن، با وجودی که معاش بسیار ناچیز داشتن ولی اولادشان را، جگرگوشانشان را بی تحصیل نماندن. اونا کی خود بودن؟ والدین گرامی. به افتخار والدین کب. در قدم دوم استادان محترمشان هستند. استادی که تا 12 بجه شب مطالعه کرد، آمادگی گرفت که فردا من لکچر دارم، از خواب خود محروم ساخت ولی به خاطر شما ارجمندا آمادگی نهایی خود گرفت. بنان فراغت شما محصول استادای نهایت عزیز دارم است. در قدم سوم فراغت شما محصول تلاش و سعی خود شماست. خداوند متعال می فرماید لیس للانسان الا ما سعا، بر انسان نیست مگر سعی و تلاشش. اگر شما تلاش نمی کردین، درستتر و خوبتر دوام نمی دادین، مطالعه نمی کردین، آمادگی نمی داشتین، امروز شما فراغت فارغ شده، فارغ شناخته نمی شدین. بنان فراغت شما نتیجه سعی و تلاش خود شما هم است. به افتخار ادیام. برادرای عزیز، والدین نهایت گرامی، محصلان بسیار ارجمند، در هیچ جهانی تحصیل رایگان نیست. تحصیل رایگان در هیچ جهانی نیست، در مقابل پول است. ولی دولت شما، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با وجودی که مشکلات داشت برای شما زمین سازی کرد تا ای که اولاد این کشور درس بخونه. امروز لله الحمد پانتون کابل هم در سطح لسانس فارغ میته، هم در سطح ماستری و هم در سطح دکترا، و این هم از برکت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. واقعا تلاش های خود دولت هم در اینجا رول بسیار اهم داره.
عزیزای گرامی، ما منتظر عزیستیم که شما انشاءالله تحصیلات براتر ادامه بتین، تنها به لسانس اکتفا نکنین. لسانس، دوره لسانس معلومات عمومی را به شما داده، ولی بیشترین تلاش انسان برای اختصاص شدن برس لسانس است. شما کوشش کنین بخیر که ماستری بگیرین، دکترا بگیرین. انشاءالله برای چهره های شما آینده های خوب میبینم. شما ادامه بدین تحصیلات تان، ماستری و دکترا، که بخیر در آینده ما نخواد بودیم شما و استادای جامعه خواد بودین، و جامعه بر شما ضرورت داره. عزیزایم، ممکن است که تعدادی از شما در پست های دولتی، در پست های خصوصی مقرر شوید. این مردم بیچاره تان فراموش نکنین. با صداقت، با ایمانداری کار کنین و در راه فساد مبارزه کنین. این کشور ضرورت داره برای شما، برای کار شما، برای تلاش شما. 40 سال جنگ این مردم تحمل کردن. شما در آینده انشالله پیداگوگای خوب، کسانی که در راستای تعلیم و تربیه کار کردین، در راستای تعلیم و تربیه آموختین، امروز کسای دیگر شاید تحصیلی که شما در اون را داشته باشه، ولی امیدوار هستم که موقف هایی که ارتباط پیداگوژی را شما به حساب اشغال کنید را و دولت بر شما پستار بده. کسانی که دپارتمنت روانشناسی فارغ شدن، امروز نظر به احصاهایی که وجود داره 65% مردم افغانستان مشکلات روانی داره، و این بر شما ضرورت داره که بالای زخمای روانی ایشان شما مرهم محبت بگذارید و به تداوی شما ضرورت داره. من وقتی بیشتر شما را نمیگیرم، باز هم فراغت شما را برای شما، برای والدینتان، برای استادایتان و به مردم جمهوری اسلامی افغانستان تبریک عرض میکنم و از تلویزیون جهانی آریانا سپاسگزاری میکنیم که همی محفل ما را اینا انعکاس میکنند. و ما علینا الا البلاغ. کهنوال استاد ستارالدین صدیقی، از صحبت های شیرین شما یک دنیا تشکر. و حال هم دوستان، به خاطر که ساوند سیستم آنگونه ای که ما فکر میکردیم نیست، به او خاطر ما نمیتونیم محفل خود از یاد بدر آزا بکشیم و حداقل دکلمه شیر داشته باشیم و بعض صحبت های دیگه. به مو دلیل خوب است کسانی که منحی سخنران امروز من صحبت میکنن بیاین و صحبت بکنن، ما هم از صحبت هایشون مستفید شیم. ممکن خانواده هایی که اینجا حضور دارن با محصلان خود آمدن، ممکن پس از این که از اینجا مرخص میشن میرن، شاید تفریح برن، شاید به غذای چاشت برن، نمیخوایم مزاحمت بیشتر با اونا شون. اما ناگفته نمونه که امروز همکارای خود ما میامدن باید اینجا گردانندگی میکردن و ما منحیث یکی از محصلانه که باید اندکی بر چند دقیقه سخن میگفتم، سخنرانی میکردم، گفتنی های خیلی زیاد داشتم. 6 سال جمع کردیم. میخواستم مثل که شما میفهمین وقتی کس سلاته میسازه از هر ترکاری کم کم جمع میکنه، بالاخره یک سلاته خیلی خوب و خوشمزه میه. من هم صحبت های خوبی داشتم، اما کسایی که با چهره من کم آشنایی داره، یک کتاب من روی دست دارم که از 2 سال به این طرف روی از او کار میکنم به نام خاطرات دانشگاه کابل، و در اونجا چیزای خیلی خوب نهفته شده که به زودترین فرصت کوشش میکنم به دسترس همگی قرار بگیرم. و در این بخش از استاد بزرگوار عامر دیپارتمنت روانشناسی استاد سراج الدین عظیمی خواهش میکنیم تا روی استیج بیان و صحبت داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام تقدیم میکنم به حضور استادان محترم و والدین گرامی و شاگردان عزیز. گرچه ما برای گفتن زیاد چیزی ندارم، گپایی که داشتیم در طول سالها در تدریس خود با اینها شریک ساختیم و امروز گپایی اگر باز هم به او گپا برویم شاید تکراری باشه. میلان نخست از همه فراغتشان را برای خودشان، برای والدینشان، برای استادانشان و برای تمام ملت افغانستان تبریک میگم و اینها هستند که میتانند در ساحه کاری خود نفوذ کنند و همون ساحه‌ای که امروز توسط افراد غیر مسلکی پر شده است بتانند همون ساحه را اینها اشغال کنند و خدمات بهتر و ارزنده‌تر انجام بدن. ما گپایی که داشتیم برایشان پیشتر عرض کردم که گفتیم، ولی باز هم برای زینا فقط یادآوری ازی میکنیم که ما تانستیم امی کاروان را تا به ایجا تا به ای سطح انکشاف بدیم و برسانیم. یک اصلی کلی است که شاگردها باید از استادان خود پیشتر برون و اگر پیشتر نمیرن ای به این معنی است که جامعه راکت است، یعنی حرکت وجود ندارد. بنان توقع مایی است که چیزایی که ما برای اینها پیشکش کردیم با این امکاناتی که داشتیم، امکاناتی موجود با مراتب بیشترتر از امکاناتی است که ما داشتیم. بنان اینها باید با مراتب بیشتر از ما پیش بروند و بتوانند کشور را مطابق با معیارهای جهانی عیار بسازن و امو خدمات خود را مطابق با معیارهای جهانی عرضه کنن. ما زیاد وقتی شما را و شاگردان را نمیگیرم. از جانب دیگر گلون ما هم یک ذره درست نیست. بنان با همگی باز هم تبریک میگم و آرزوی موفقیت های بیشترشان میکنم. تشکر. بازم یک دنیا تشکر از استاد سراج الدین و حال هم چه خوب است که به نمایندگی از آمریت دیپارتمنت پیداگوژی پنزه روانشناسی پنتون کابل از استاد بزرگوار استاد مصطفی رضایی خواهش کنیم بیاین برای لحظات صحبت داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بسیار خوش آمد میگم، بسیار خوش آمدید به این محفل بسیار زیبا و یک محفل کاملا فرهنگی و بسیار خوشحال هستیم که امسال باز هم شاهد از این هستیم که تانستیم تعدادی از متخصصین حیطه روانشناسی و علوم تربیتی را ما موفقانه تقدیم میکنیم به جامعه افغانستان و امیدوار هستم و باور دارم به تمامندی تک تک این افراد که بر اساس تمامندی که در طی این 4 سال یا 5 سال توانستن بیاموزن و ما تلاش کردیم همکار باشیم با ایشان تا بتوانیم کادرهای متخصصی که در جامعه نیاز هست ما بپرورانیم. بسیار تشکر و ممنون هستیم که آمدید. ما گپی خاصی ندارم، فقط من حس نماینده آمریکا دیپارتمنت پیداگوژی چون که ایشان تشریف ندارم خواستم یک عرض ادبی کنم خدمت والدین محترم و تبریک بگم برای محسن عزیز. موفق و کامیاب باشید. از استاد مصطفی همچنان یک دنیا تشکر و در این بخش از محترم محب نکزاد آمر دیپارتمنت ترکی
پنتون کابل خواهش میکنیم بیاین برای لذت سخنه داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه استادان نهایت محترم، مهمانان عزیز، محصلان نهایت عزیز آل قدر و اولیا و وابستگان محصلان روانشناسی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما تشکاوری شما همه مهمانان عزیز را و محفل فراغت محصولان بانگل روانشناسی خوش آمدید میگویم. ما هم بنابرای خود فراغت تک تک شما محصولان عزیز را از صمیم قلب تبریک و تحضیت عرض داشته، برای همه شما از خداوند لایزاد سیعتمندی، سلامتی و موفقیت خواهانی. ما از اینجا بسیار گفای طولانی برتان صحبت نمی کنیم، فقط در مورد اهمیت روانشناسی و روانشناسان یک کمی صحبت داریم، چون رشته ها بسیار زیاد فرق میکنن. ما شاید بسیار دقیق در مورد روانشناسی معلومات نداشته باشیم، ولی ما بعض از تجربات خود براتون در اینجا شریک میکنیم. ما لیسانس خود از همینجا گرفتیم، از پوهنتون کابل. بسیار معلومات ابتدایی مقدماتی درباره روانشناسی ما داشتیم و علاقه هم داشتیم به این رشته، چون روانشناسا به حس انسان ها کار دارند. حس انسان ها چیزیست که امروز در مکاتب ما و شما هیچ توجه صورت نمیگیرند. وقتی که یک متعلم در مکتب میره، فقط چیزهایی را که استادا اولایشان توجه میکنند چیزی که بچه شون خود میبینند، مثلا چقدر استعداد داره، محصول ما چقدر درس میخونه، اولاد ما چقدر درس میخونه و چه امکانات داره. امکاناتش قلم، کتاب، کتابچه، مکتب، معلم. اما یک چیزی که روانشناسی سر از او بسیار بحث میکنه، روانشناسی بر از او میپردازه، بسیار مهم است، اصلا ما با او توجه نکردیم. او حس است، حس. حس از استادای بزرگوار ما بسیار معذرت میخواهیم اگر اشتباه میکنیم، از ما ببخشم. چون حس ایرا میگن که ما آیا امیر رشته که میخوانیم علاقه داریم یا نه، امیر رشته که میخوانیم دوست داریم یا نه، همین معلمی که ما در دست میتر بر معلم خود، آیا همین معلم خود دوست داریم؟ معلم خود چقدر به حس ما توجه داشته و چقدر ما را نوازش کرده؟ این بسیار چیز مهم است، بسیار اهمیت ارزش داره. ما وقتی که با ماستری به کشور جمهوری ترکیه رفتیم، دیدیم که در هر بخش روانشناسا قرار دارن. در شفاخانه که میرین، روانشناس های بسیار متخصص اونجا قرار دادن که مریضا را روحیهشون را تدوی میکنن، مریضا را روحیه میکنن، مریضا را حس را توجه میکنن. بسیار زیاد وقت که در هر رشته در تیب که میرین، روانشناس ها قرار دارن. تیب یعنی تیب برشان چی میتن؟ همین تیب برشان میگن که این رشته بسیار مهم است، این رشته را باید دوست داشته باشی. وقتی که در یک رشته بسیار با علاقه مندی، بسیار با شوق، بسیار با رغبت برای رو توجه میکنه، برای تو میبینی موفقیت چقدر است. وقتی که به یک رشته تو محبت نداری، مثلا علاقه من نیستی، مثلا حس هستی، علاقه من نداری، وقت آخر موفقیت با کدام پیمانه است؟ این را بسیار اندازه میکنن، میبینن. میگن که وقتی که یک نفر از موتر میترسه، میگه که این موتر در زندگی من خطر احساس میکنه، هیچ وقت یک درایور خوب شده نمیتونه. وقتی که یک نفر از کامپیوتر میترسه، میگه که این کامپیوتر برای چشم ما ضرر داره. برای وقت آخر شما ببینید که هیچ وقت یک کامپیوتر کار خوب شده نمیتونه.
بینان اهمیت روانشناسی بسیار زیاد است. باید در هر رشته ما روانشناسا باید قرار داشته باشند. در یاد گرفتن زبان مثلا ما هم تیزیز خود ماستری خود و یک شکل خواهدیم به فارسی برتر بگیم که یعنی نگرش محصولان افغانستان نسبت به زبان ترکی، یعنی نسان ترکی چه قسم میبینن، چه قسم میبینن یعنی دوست دارن، یا اینو که میگن که یک لسانی هست که بکار نمیره، مثلا زمینه کار وجود نداره، یک لسانی هست که برمه جمعیت نداره. ما انکیت جور کردیم، پرسشنامه جور کردیم، آمدیم اینجا انکیت خود افر کردیم، سوال های ما چند سوال بود، وقت که تحلیل ترجیح کردیم دیدیم که محصول هایی که بسیار با علاقه مندید بس صنف آمدن، ابریشتر خود انتخاب کردن، موفقیت هم بسیار بالاست. محصولی که گفتن که من میایم همیجا فقط دیپلم خودم میگریم، در آخر صنف میشنن، استاد کارخانه که میتر کارخانه را اجرا نمیکنن، استاد میگه که خود تو بالا بودی که فیلم ها را ببین، مثلا وقتی که تو محاوره بکن، قد یک ترک مثلا محاوره بکن، و گفتن که نه ما خوش نداریم که قد یک نفر محاوره کنیم، یار موفقت ندیرم که بسیار موفقت ضعیف، وقت آخر در سال چهارم که فارغ میشه وقتی که مکالمه میکنیم میبینیم بسیار موفقت کمتر است. از همین لحاظ اهمیت روانشناسی و روانشناسی بسیار بالاست. ما فقط از همینجا بار دیگر هم برتان فراغت شما را تبریک گفتم، موفقیت های بسیار بیشتر برتان آرزو میکنیم. ما از پوهنتون کابل از فرد روانشناسی با قطعیت مسئلهش آشنایی داریم، بسیار استعدادشان بالاست. این رشته باید توسعه پیدا بکنه، این رشته باید در تمام نگیم که تنها وابسته به روانشناسی است. قبلا ما ذکر کردیم در طب ضرورت است، در اقتصاد ضرورت است، در ادبیات ضرورت است، در هر رشته روانشناسی بسیار اهمیت ارزش داره، چون این قطع حس مردم چمه سرکار داره. تشکر، سلامت از توجه. یه دونه تشکر از آقای محب نکزاد. به نمایندگی از محصلا اگر کسی میخواید صحبت داشته باشه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استادای گرانقدر و تمام والدین عزیزی که اینجا حضور داره و فامیلای محترم. من آماده ای نداشتم که باید صحبت کنم، اما آمدم اینجا به خاطر از اینکه سپاسگزاری قلبی کنم از والدین عزیز خودم و تمام پدر مادرای عزیزی که ما را تشویق کردن، حمایت کردن، پشتیبانی کردن ما تا بتانیم به اینجا برسیم و فراغت خود را جشن بگیریم. تمام دستاوردهایی را که ما داشتیم تمامش هم مدیون پدر مادرای خود هستیم و باید سپاسگزار از اونا باشیم و سپاسگزاری خاص از استادایی که واقعا بر ما بسیار زحمت کشیدن تا ما بتانیم به اینجا برسیم. امیدوار هستم که ما به اینجا استاپ نمانیم و پیشرفت کنیم و به خیر ماستری و به جاهای بلندتر بیندیشیم تا بتانیم اما قدر زحمات پدر مادر خود را ادا کرده بتانیم و دستشان را ببوشیم. ما واقعا تشکر میکنم از پدر مادر عزیزم که اینجا حضور دارن و تمام شما عزیزانی که ما را حمایت کردین تا ما بتانیم به این روزی که واقعا بر ما بسیار خوشایند است برسیم. تشکر از همتان. دوستا مرا میگن امی چپن تبو پوش چون خودت هم فارغ شدی، اما من گفتم هنوز هم سر خود شک دارم. آیا من فارغ شده ایم؟ یعنی استاد مجید فارغ شدی؟ خواهر ما صحبت های خیلی خوب داشتن، گفتن تشکر از پدر و مادر که مرا همراهی کردن تا اینجا برسم. اما از یک بود دیگه اگر ببینیم، پدر و مادر که با هزار چالش و مشکل یک فرزند را به دنیا میاره، تا 7 سالگی به چی خون دل بزرگ میشه، تا صف 12 به چی مشکلات میرسه و بالاخره باید آمادگی کانکور بخونی در افغانستان. بدون از او راه یافتن به پوهنتون کابل کار بسا دشوار است. وقت داخل پوهنتون کابل میایه
استادان عزیز از شما تشکر. آرام آرام نزدیک میشیم به پایان محفل امروز، اما خوب است که یک بار دیگه استادا را زحمت بدهیم یک و یک بیاین و حداقل بر 4 یا 5 محصل تقدیرنامه‌شان تفویض بکنن. خب در نخست از محترم بهنوال استاد ستارالدین صدیقی خواهش میکنیم بیاین روی استیج و بر 5 نفر تقدیرنامه تفویض بکنن. بانو پروانه تو داخل، جا دارم یال از پروانه جان تشکری کنیم، دیگه امتحان با من عقل داده بود. راست میگم باور کنیم. حال هم از بانو هواگل صفدری خواهش میکنیم بیاین. بانو زحل مراد، بانو سلما حمید، بانو دیبا نسیمی، خیلی از شما تشکر. استاد سراج الدین با معذرت که زحمت ها میشه برتان. بانو تمنا عزیزی، بانو هدیه نیازی، از بس بانو زیاد گفتم کم بود نور محمد هم بانو بگویم. نور محمد محمدی، محمد عیسی یاری، بانو معصومه فقیری، آقای مهرالا نور، استاد شما تشکر.
به اساس لباس اگه بخواییم استاد مصطفی را مجبور بخواییم به اساسی که پیشتر اونا صحبت کردن باید شما را بخواییم شما بین خود جرامت کرین ما هر دوی تا را میخواییم اینجا یک نام از این به آخر باشه خیلی ببخشید بانو نیلوفر احمد زید غلام حسیب جلال بانو نگینه حسینی استاد شما لطف بکنید بانو همیرا توحیدی بانو سلطانه سلطانی صوفی خیلی خوب ما مشتبه جان شکر زحل شریفی تشکر استاد از آقای نگزاد خواهش میکنیم حداقل یک سرتیفیکیت تفویض بکنن بانو حبیبه آقا تشکر لطف کرده یک سرتیفیکیت مانده اگر کدام کس داوطلبانه میای ایره میته بسایبش لطف کنین امیره بتید دل ما جمع شود شما بفرمایید بین اجازه است استادا چطور هستین شما بخونین نامش کی است اگر نبودم باز دوست عزیز ما امان جان افغان نمیشناسمشون مقصد مسئله هنرمند نشه که وقت از استیج پایین شد پنج دانه گل برش دادن بر دیگه هنرمندا هیچ گل ندادن اما بازم خفه بود گفت چرا به خاطر گفت من 11 دانه گل خریده بودم بر دوستایم داده بودم اما 6 تای دیگه اش زدن امروز تجربه میکردیم شاید اونقدر سلیمیت نمی بود میکنم که باید
احساس کنه خوش همین حضور به هم بسندن. ما در رابطه با صورت ها اونقدر گپ زیاد است که فکر می کنم از توان امروز و فردا و پس فردا زیاد است. یکی از همسون که رو چیده اختیار گفتن دارم مشتبا جان. خدافزی ما نیست. امروز روز است که ما وارد جامعه میشیم و باید از چیزایی را که ما در طول 4 سال آموختیم او را تقدیم به جامعه کنیم. اگر ما ای را تقدیم به جامعه نمی کنیم به اصطلاح عام گردن ما بسته می باشن. بنابراین یک چیز را که ما می خواهیم بگویم والدین قسم کتاب فعلا ما را همکاری کردن، بعد از این همکاری کنن، اساتید گرامی می فهمیم که همکاری می کنن که ما امی 20 نفر که اینجا هست بتانیم دمی رشته که ما فارغ شدیم با هم یک جا شده و یک تشبث را انجام بتیم، در عرصه روانشناسی بعضی از مراکز مشاوره را ایجاد کنیم، بعضی از مراکز تعلیمی را ایجاد کنیم تا ای که مزدر خدمت باشیم. زیادتر از این وقتتان را نمیگیریم. تشکر. از زبان من اسیب جان خودش گفت وقتی که محفل خلاص شد باز بر دوستا بگوین که داشت پس خانه برین. آشپزخانه همه قسم گفتن. وقت آشپزخانه گفتن مرا به یاد از امو نفره که شاهد شده بود در کدام عروسی. وقتی که شاهد میایه از اتاق که عروس میباشه میگه از کجا آمدی، از شهر وکالت و چی آوردی حکم شهادت. امو تا یک چیز هست اشتباه نکنم آله. او را گفتن از کجا آمدی، گفت از پزخانه آمدم، از بس که وارخطا شده بود بیچاره. حال اینام تامخانه نگفتن، آشپزخانه گفتن، من به اون فکر رفتم. خب تشکر از تمامتان که تا فعلا منتظر ماندین و تعامل ما کردین. حالا نوبت کلاهبازی است. میگن کلاها را بالا مندازیم. خب از تمام مسئله خواهش میکنیم پیشتر بیاین. اگر کسی هست این میز رو انتقال بدن یک طرف. کلاهو اگر تبدیل شد مشکل نیست نه؟ خیلی من میگم وقتی من شماره میگم شما کلاهایتان را بلند میزنین. یک رسم شده فعلا در محافل. 3 2 من هم میفهمم استاد که امی کدام فلسفه هم داره یا نه که کلاها را بلند مندازن. حتما کدام مفهوم داره. من خود نمیفهمم. اگر کسی میفهمه لطفا بگویه بر ما. استاد سراج الدین. گرچه ما به امی شیوه یا به امی فرهنگ شخصا موافق نیست. ولی یک روز امی موضوع را مطرح کردیم با یک محفلی که چند نفری در این مورد میخواستن همین موضوع را در اجندا بگنجانند. باز آنها اینطور استدلال کردند که مفهومی انداختن کلاه به طرف بالا به این معنی است که ما میخواهیم در اینجا توقف نکنیم و ما بیشتر بیاموزیم، به این معنی که امی کلاه ها را با ارتفاع بالا میکنند به این شکل که ما میخواهیم بیشتر از این بیاموزیم و بیشتر ارتقا کنیم و بیشتر ترقی کنیم. اما شخصا
خودم به این موافق نبودم در اون وقت و خب حالا هم شاید زیاد موافق نباشم، چرا که کلا در فرهنگ اسلامی یک چیزی مقدس است. یعنی وقتی که هر چیزی که سر را می پوشانه، چی کلا است، چی قدیفه است و یا چیزی دیگری، انداختن ازی به طرف بالا و یا او دوباره به زمین خوردن به نظر ما که خوب نیست. ولی با این فلسفه دیگری که پیشتر عرض کردم بنان باز ما هم موافقت کردم و چیزی اضافه نگفتم. تشکر از شما. بسیار تشکر استاد. دوستان خسته شدین، یک راز را براتون میگم. البته محفل خودمانی است، به من خاطر میخواهیم خودمانی صحبت بکنیم. شما بغیر از رئیس های بمینجا سه استاد را که میبینین عرصهش مرا ناکام ساخته. از هیچ کدامشان بیداغ نماندیم. اما یک موضوع دیگه هم هست، صادقانه باید اعتراف بکنیم، من حیث شاگرد تنبل دیپارتمنت پیداگوژی پنزه روانشناسی، من از روز اول اینجا هم صنفی های مامه هست. من همیشه گفتیم من 55 کار دارم، دعوای 199 حتی 70 و 60 هم نداشتیم، من فقط 55 خواستیم. یک تا چی حد 55 گرفتیم، 60 گرفتیم، 45 گرفتیم، من 12 و 13 هم شاید گرفته باشیم. بر ترتیب هدف ما چی بود و یا باور ما چی بود؟ من به این باور بودم که یک تعداد دوستا شاید برنامه های من را در تلویزیون آریانا دیده باشه. آریانا بر ترتیب از طریق یوتیوب اگر دیده باشین، به نظر خودم یک کمک مفید واقع شدیم برای یک تعداد مردم کار کردیم. بنابه ای که من یک مصروفیت دیگه دارم و میتونم از همین موقعیتی که من فارغ میشم کارهای خوب دیگه همچنان شاید نسبت به یک تعداد کرده بتونم. به این دلیل مرا همکاری بکنین، نه به دلیل ای که من میایم روز متیر میکنم و دوباره پس میرم. و اکثرا که من ماندیم باز بیشتر این بوده که محروم بودیم، آمدیم داخل صنف، از 7 روز زیاد شده 8 روز شده، خودت دیگه نمیتونی که داخل صنف بشی. این موضوع بودم. ما که امروز رسما فارغ شدیم و امروز من به خودم باورمند شدم که ما واقعا امروز فارغ شدیم. ما خودم شخصا در بخش خودم کار کردیم، یک کودکستان ساختیم. وقتی کار ما مربوط به روانشناسی کودک میشه، کودکستان ساختیم تحت نام کودکستان نینوگک. جالب است براتون؟ به نظر من جالب است، اگر نمیفهم طرف توجه شما قرار میگیره یا نه. یکی و یکی دیگه از استاد مجیب پرسان بکنیم که این بالاخره ما چیکاره شدیم. بار بار همسنفی ها بین خود میگن ما پیداگو شدیم، ما پیداگوژی خواندیم، پیداگو شدیم. باز گفتیم خیلی پیداگو چی مانا؟ گفت معنایشی که کودک ببرو بیار. ما کودک ببرو بیار شدیم. شوخی کردیم. تشکر از تمام اوزار که اینجا حضور به هم رساندن، از فامیلای محترم، از پدرها و مادرها و خواهرها و برادرهایی که هر کدامشان سپر شدن به خاطر تمام مشکلات و چالش های زندگی، همه چالش ها را هموار ساختن تا ای که فرزندانشان بالاخره با لباس های مقبول تحصیلی اینجا بشینن. باورمند به این هستیم که پس از این همچنان شما کمکشان میکنین، همکاریشان میکنین. اگر کسی گفتنی نداره رسما برنامه ما در همینجا ختم میشه. رئیس صاحب گپ ددان خبرنگار میندازی، باز ما حقیقی سپاسگزاری میکنیم. از عامر صاحب دیپارتمنت ترکیه یک جان تشکر، خصوصا کسی که بر ما این تالار دادن اما ساوندش خراب. بسیار تشکر از تمامتان، به افتخارتان یک کف بزنید پس از او خداحافظ مگیم. خب تامخانه میریم، آشپزخانه یعنی تامخانه میریم هم دفعه. اونجا اصلیه در نظر گرفته شده، اصلیه رو مگرم چاشت میخوریم. باز پس از او غذا خونیست نی؟ ابروی او ساده عکس میگیریم، اما کسایی که مبراین میشون برن تامخانه راستن.